خب هم میهنان گرامی بازگشتیم با جناب آقای دکتر انوشیروانی هستیم در برنامه زرتشت. امروز گفتگومون راجع به دین و فلسفه بود و تفاوت این دو، بعد هم قرار شد که راجع به فلسفه دین صحبت کنیم که کردیم و فلسفه دینی، و در اینجا رسیده بودیم به بحث که دانشمندان دینی کیا هستند. خب آقای دکتر خواهش میکنم بفرمایید. من همین میخواستم درباره کسانی که دانشمندن ولی اینها اون فراباورهای دینیشون آنچنان چنگال بر اندیشه های اینها انداخته که همه چیز رو با یک برداشت دینی از اون دینی که خودشون باور دارن اینو پیش میکشن. مثلا میگوین یک نفر بیمار در بیمارست، میگویند که ما اینو الکترو انسفالوگرافی، نوارهای مغزیش، نوار قلبیش، این مقاومت پوستش در برابر برق، چیزهای گوناگونی هست که ما میتونیم یک نفر سیم کشی کنیم به دستگاه و ببینیم که آیا این ریلکس هست، آیا این در یک شادی آرامش بخشی داره یا نداره. میگن که اگر ما به این پیرزن بیمار یا اون پیرمرد بیمار که اونجا خوابیدن اینا رو با سیم وصل بکنیم به این دستگاه ها و بهشون بگیم که با آرامی دعا بکن، از خدا درخواست کن که به تو شفا بده، میبینیم روی این دستگاه ها که امواج مغزیشون میره به طرف الفا ویوز، یعنی بین 8 تا 10 تا در دقیقه بالا و پایین میره، در ثانیه ببخشیم بالا و پایین میره، مقاومت پوست بدنشون افت میکنه، اینا همه نشانه آرامشه. در نتیجه ببینید دعا کردن، به خدا نیایش کردن باعث آرامش میشه. حالا این دانشمند، این آدمی هست که رفته پی اچ دی گرفته و اینا رو مینویسه همه جام چاپ میشه، حالا کسی نیست به این بگه شما بیه آدم دیگه بگو که تمرکزش بذار روی نفس کشیدنش، اصلا دعا نکن، حتی میخواد به خدا بعد بیرام بگه بگه، ولی تمرکز بذار روی نفس کشیدنش، این هوایی که به این پرهای بینیش میخوره اینو حس کنه، ببره این هوا رو ته حلق حسش بکنه، ببره جا بده پایین ریش، این هوای گرم رو برگردونه، آنن تمام بدنش، این سه بار چهار بار که این کار کرد، نه اینکه نفس عمیق بکشه، فقط تمرکزش بذار روی نفسش، خیلی بهتر از دعا کردن اینو آروم میکنه. این منظورم از دانشمندان بی فلسفه و دانشمندان دینی که فلسفه دینی رو به کار میگیرن، اینها برداشت‌های نادرست، ولی در نظر کسی که واقعا فکرش باز نشده باشه خیلی درست میگم. بیا خوابون درجه دکترا داشت، گفت دعا کو به خدا، بعضش آروم شد، نشون میداد دستگاه دیگه از این بهتر چی. این گسترش پیدا میکنه، چیزهای بسیاری هست که ما در این زمینه میتونیم با فراباورهای خودمون این رو سازگار بکنیم. حالا فرض کنین اگر در یه شهری زلزله شد، چاقوکش شهر رفت زیر آوار، میگن خدا بلا بر سرش برد، همه چیز نمیشه با این دین مردان گفتگو کرد. بدترین فلسفه بافان و سوفسطائیان هستن، هرچی که شما بگین یه چیزی در برابرش دارن که خیلی ترتمیز و قشنگ از اون حرف درستی که باید در یابن یا به دیگران بگن در میرن و چیزهای دیگری میگوین. حالا ببینید درباره فلسفه دین سخن میگیم، رابطه دین با اخلاق، آیا به راستی این دینهایی که وحی و معجزه و دعا و ثنا و آخرت و اینها دارن، اینها اخلاق مردمانشون بهتره؟ اینها ببینین الان در دنیای کنونی این باورهایی که صدها حکم فرما بوده،
میبینید دو دسته آدم دینی همدیگر میکشن، هر دو طرف هم بر این باورن که دارن راه درست میرن، دارن دو طرف هم میگن خدا با ماست. بله خدا با شماست، پس کی با اوناست؟ حالا یک چیز دیگه من درباره دین و باورهای دینی خدمتتون بگم. ببین دین برخی میگوین در خون انسان فرو رفت و این گفتار درستی هست. شما اگر 10 نفر آدم رو که 6 کلاس ابتدایی سواد داشته باشن دور هم جمع بکنین، اینها هیچ تماسی هم با هیچ جای دنیا نداشته باشن، برای خودشون یک فراباورهای درست میکنن که آره این اینجوره، اون اونجوره، این باران میاد، طوفان میاد، رعد و برق میاد، بر پایه ترس هاشون که هیچ کنترلی روی اینها ندارن میان یک باورها و فراباورهایی برای خودشون درست میکنن. و این از نخستین روزی که انسانها پا بر این کره خاکی گذاشتن یه هم چیزی بوده و این داخل ژن‌های ما شده. وقتی میگیم در خون ماست یعنی ژنتیک روی ما اثر گذاشته. چجوری؟ برابر تئوری داروین که همیشه چیزهایی که مایه ادامه زندگی ما میشه این ژن‌ها نسل بعد از نسل، زادمان پس از زادمان هی بیشتر و قویتر میشه. شما ببینین اگر که یک جا 100 نفر باشن اینا به یک خدا باور داشته باشن و یک پیغمبر هم داشته باشن که تو اتاقه کش نشسته باشن و اینها فرمون بردار این پیغمبر و این خدا باشن و گفتهایی که از زبان خدا به این پیغمبر میرسه، اینها حالا فرض کنیم دشمن باشن با 100 نفر دیگه، یک گروه 100 نفری دیگه که اینها هیچ باوری نه به خدا داره نه پیغمبری داره، هر کدوم دارن راه خودشون میرن، کاری هم به کار کسی ندارن، زندگی خودشون میکنن، در کوششن که زمین رو بکارن، کشاورزیشون رو گسترش بدن، دریابن که در چه فصلی چی کاشته میشه، اصلا باوری به خدا ندارن و دارن زندگی خودشون میکنن. اگه بین این دو دست جنگ در بگیره خیال میکنین کدوم یکی از این دو دست زنده میمونن؟ اون 100 نفری که به خدا باور دارن و فرمونده قوی دارن و همه در راه خدا شمشیر میکشن و میرن میکشن، معلوم اینا برن اون دست بابا پی زندگیشونن، پی شادیشون در این جهانن. وقتی که اونها با شمشیر به جان همدیگه میفتادن تمرین میکردن، اینها در حال رقص و شادی بودن، زمین رو باربر میکردن. حالا وقتی جنگی در بگیره اون گروه میبره. اتفاقی که بین روم و یونان افتاد، رومی ها اومدن به خاطر که جنگاورتر بودن یونانی ها رو جمع کردن، پارو کردن و اصطلاح گذاشتن کنار رو. و همین بلایی که بارها سر ما ایرانی ها اومده، شما ببینید اون گروهی که این باورهای محکم رو دارن و به دنبال رهبرانی که فقط یک حرف رو میزنن، اگه بگی حرف دیگری هم در این دنیا زده شده و وجود داره میگن بی خوده، اونها رو بذارین کنار، فقط یک حرف. این است که این قانون بازماندن قویتر، بازماندن اون ژن‌هایی که مایه پیروزی ما در جنگ میشه، اینها گسترش پیدا کردن و قویتر و قویتر شدن و این جنگجویی که الان ما میبینیم که این دور زمان همینجور دارن بمب میترکونن، همینجور دارن شلیک میکنن با چاقو. یک نفر عجیب و غریب شده، یک نفر با ساتور با چاقو دیگه چیزای روزانه شده، چون انگار کلید در بهشته. با نیزه و با خنجر و با شمشیر و با ساتور به جان مردم افتادن گارانتی میکنه. حالا آقای دکتر من ازتون یه پرسشی دارم، دیدگاه های فلسفی درباره خدا چی هستن؟ اینا رو یه مقدار برامون بگین لطفا.
همینجور که در گفته هم کمی پنهان بود، خب خدا دستورات میده، خدایی که دستورات نده کارش زیاد بالا نمیگیره. شما ببینین این نام برنامه زرتشته، خب ما هم زرتشتی هست. این زرتشت از نظر مارکتینگ خیلی کارش خراب، چون وقتی شما میخواین یک پروداکتی، یک اندیشه، یک راهی رو به مارکت بیارین، حرف درست حسابی که نمیزنین، با دروغ بگین. باید اگر دروغ هم نمیخواین بگین، باید بزرگتر از اونی که حرف درست هست خودنمایی کنین. بله، خودنمایی، تندروی، خط فقط یک خط هست. خب زرتشت پیروانش چی میگه؟ میگه همه چیز رو بشنوید، با بینش خود بسنجید و از آن دو راه نیک و بد یکی را برگزین. خواهی بر پای گزینش این که میشه مثل اون دسته خدمتون مثل زدم که میرن پی کار خودشون، راه شادی، راه پیروزی، راه تندرستی، راه آرامش رو همه در پیش میگیرن. و دقیقاً درست میگی. این است که من میگویم زرتشت مارکتینگش خیلی ضعیف بوده. در جایی که پیغمبران دیگه از گذشته خبر میدن، از آینده خبر میدن، از کجا اومدی به کجا میری، میگه دین من یا فلسفه من فلسفه زندگانیه، فلسفه نازندگانی نیست. یعنی میگه آقا جون من خبر ندارم، شما بعد از مردن به عقلم هم جور در نمیاد که وقتی که مولکول مولکول شدین، حتی استخوان هاتونم از هم پاشید، وقتی که شما وجودتون کجاست؟ اگر گفتار درستی دارین از شما میمونه، اگر یاد و ویر درستی در سر مردم کاشتین، در سر بچه هاتون کاشتین، اون میمونه. ولی نه اینکه خودتون این تیک پاره شدین، یا فرض کنین حیوانی شما رو خورده، یا میکروب های زیر خاک شما رو مصرف کردن، بعد اینها همه جور بشه و برگردین شما. این است که خب دین زرتشت یک دین منطقیه، یک دینی هست که هیچ وقت گفته هاش کهنه نمیشه. به همین دلیل و روی همین اصل اصلا گفتم که مارکتینگش بد بوده، برای که اون دور زمانه خب مردم این گونه نمی اندیشیدن. ولی الان یکی از کارهای بزرگی که به نظر من زرتشت کرد، تو همون حتی نخستین سروده گاتا میاد میگه که در واقع هدف زندگی به خوشبختی یا هپینس میخواد منتهی بشه، و اینجور میشه شما به آرامش درون برسید، خوشبختی موجب میشه به آرامش درون برسید و کنترل بر نفس، سلف کنترل. اینا مفاهیم بسیار نوین روانشناسی جدید. درست. تازگی ها منم نظرم یکم عوض شده. بله. این که گفتم که مارکتینگی زرتشت خوب نبوده، ولی این دور زمان ما داریم ببینیم که هرچی که دست دینهای دیگه روتر میشه و هرچی که این فلسفه زرتشت نمایان میشه، کار داره به کجا میکشه. که این در اروپا هم در حدود 200 سال پیش همچین جنبشی پیدا شد که بدبختانه زیاد گسترش پیدا نکرد. ولی این دور زمونه ما داریم میبینیم که هر کس که تنها آشنایی کوتاهی پیدا میکنه با فلسفه زندگانی زرتشت، میگه دیگه نیازی به نوع دیگری از اندیشیدن وجود نداره، چون این بهترین نوع اندیشیدن و بهترین نوع زندگی کردن زمان و مکان نداره. در همین بله این هست که حرفایی میزنن که قرن 20 و 21 خیلی از این مفاهیم اومد غرب بهش پرداخت و روانشناسی و جامعه شناسی گنجون. درسته. من نمیدونم شما دیدین یا نه، دیشب داشتم یک برنامه از مورگن فریمن میدیدم. این مورگن فریمن خب یکی از سرشناس ترین هنرپیشه های زنده آمریکاست،
و اون برنامه دینی رو یادم نیست تایتلش چی بود درست کرد حدود 4-5 ماه پیش و این در ضمن درست کردن اون برنامه آشنا شد به گونه خیلی کوتاهی با فلسفه زرتشت. دیشب یه جا باش اینترویو میکرد، مصاحبه میکرد، نمیدونم شما دیدین یا نه. بله. خانومی باش اینترویو میکرد و گفت که خب تو خودت نظر دینی چی؟ گفت من زرتشتیم. این البته 4-5 ماه پیش اینو گفته بود. بله. که من فکر کردم یه چیزی از سرش میره، یه اومده اونجا تحت تاثیر. ولی راست من حتی به گوینده اون که باش اینترویو میکرد گفت حتی تو هم زرتشتی خبر نداری. درسته. اون وقت این کسیه که خودش اصلا نه یکی از کاتولیکای دو آتیشه بوده انگار. بله بله. یایی بوده این است که خب الان احساس میکنیم که به راستی یک کمی که داره گسترش پیدا میکنه دانش و دانش در دسترس همه قرار میگیره و انسان‌ها دارن بازپرداخت و حوده دین‌هایی رو که همش یک راه رو نشون میدن راه به سوی خدا رو به گفته خودشون نشون میدن، اینا اگر خدایی باشه که داره بر سر خودش میگه من چیکار کردم، اینها چه جانورانی بود؟ اگر انسان رو من حرفشون درست باشه و ما همه پرورده خدا ما رو از اون بالا پایین انداخت، میگن که خدا پیش خودش میگه اگر این جانور این یکی رو درست نکرده بودم چه وضع خوبی در این کره زمین بود، همه جا سرسبز، رودخانه ها پاک، آبشارات ریزان، منم جویبارها وزان بر روی زمین، منم همه چیز درست و حیوانات هم هر کدوم کار خودشون میرسیدن و میپرداختن. این چه وضعی شده که این همه خون انسان باید بر زمین ریخته؟ این چه وضعی است که اینقدر خون حیوان باید بر زمین ریخته بشه؟ در یک روز نزدیک به 1,000,000 گاو و گوسفند و شتر کشته میشه. حالا از اون شما باور میکنید که استرالیا اومده از بس که در این عید قربان خون ریختن و حیوانات رو کشتن، خب اینا همه دامهایی هم که میارن از استرالیا وارد میکنن برای عید قربان به عربستان، اومدن دیدن اصلا این عمل غیر انسانی و این همه گوشتی که اصلا از بین میره، خودشون پیشنهاد دادن به عربستان. چند سال پیش که من استرالیا بودم یادم میاد که این پیشنهاد داده بودم، مثل که عربستان قبول کرده بود که ما میاریم اینا رو با هواپیما به شما تحویل میدیم، بعد هم اونا رو کشته شده اونجا که میکشین ما اینا رو خودمون بر میگردونیم به استرالیا که اینا رو پکیجینگ کنیم و بفرستیم فریز کنیم به کشور مختلف دنیا، چون استرالیا بزرگترین صادر کننده دام. و بعد برگشت و گفت شما که این همه لاشه رو اونجا نمیخواین که، جایی هم ندارین، آلودگی زیستی. یعنی شما فکر کنید چقدر این سیستم تفکر برای غیر مسلمین خنده داره و چقدر حیف و میل کردن در جهانی که اینقدر زیاده. خود اونا هم حرفای خنده دار میزنن به جایی که بگن آقا شما هر کار میخواییم بکنیم، ما گوسفند براتون نمیفرستیم ولی آموزگار براتون میفرستیم، ولی خطی درست میکنیم که بتونیم به اینترنت دسترسی پیدا کنیم، ما بهتون آموزش میدیم. اونا اینو نمیخوان، عربستان که این حیوان بی همین نه، عربستان همچین چیزی رو اصلا نمیخواد، چون اون دکون الان یکی از بهترین درآمداش بعد از نفت. خب اینه دیگه، یه موقع عربستان نفتش همین رو میگم فاخته تا ابد داره. به جای این که بگن که آموزش درست بهتون میدیم، نکشین این حیوانات بیگناه رو، منم به جای این برین یک کاری بکنید، خرج پول اینها رو به یک کاری بزنین، روی هم جمع کنین، پول هم که فراوان دارین، هیچ کدوم از این کارا نباید صورت بگیره. این است که به راستی ما انسان‌ها برداشت‌های خیلی نادرستی داریم، حتی در هر رشته و کاری که باشیم. یعنی این هوشی که ما داریم اکنون به درد کار خودمون و به درد کار زیست بوممون و جهان هستی
نمیخوره. انسان‌ها دارن راه نادرست میرن. ولی در جاهایی که آزادی وجود داره مردم میتونن بدون ترس سخن بگن، این راه بازه و این آینده وجود داره که من چیزی از شما میآموزم، شما چیزی از من میآموزید. حالا اگه بیان یک پرده بکشن بین ما، دیوار بلند یا پرده، بگن که شما نباید همدیگر ببینید، نه با هم سخن بگید، تمومه. این دیگه و تنها یک چیزهایی هست که آمده از جانب خدا، همینا رو ای تکرار کنین، تکرار کنین، حالا باشه فردا باشه. بنابراین بهترین چیز به نظر میسه همین باشه که حتی اگر من همیشه این خودم میگم که خب یه عده هستن که خدا باور نیستن، دین باورم نیستن، خب هیچ اشکالی هم نداره، هیچ مشکلی هم نداره، هیچ تناقضی هم نداره با زندگی خوب کردن که شاید خیلی هم بهترم باشه. اما اگر کسانی قرار هست که باورمند به باوری باشن، حداقل دیگه در هزاره سوم با این انفجار اطلاعاتی که وجود داره و شما از همه این رسانه ها، ماهواره ها، نمیدونم اینترنت، از همه جا شما با موبایلتون که همینطور دستتونه دارین راه میرین، همه جای دنیا دیگه میتونید دسترسی داشته باشید به اطلاعات. و امروز اگر کسی بر مبنای خرد زندگی نکنه بسیار شرم‌آوره. تبلیغی نیست برای هیچ دینی، اما اگر قرار هست باوری داشته باشید و ایرانی باشید، هیچ آیینی به اندازه خود آیین زرتشت نمیتونه برای شما کارساز باشه، در عین حالی که شما نیازهای خودتون رو که اگه نیازی دارید به جایی، به کسی، به چیزی پرکتیس کنید، دعا کنید، حالا نیایش کنید، مراسمی رو انجام بدید، هم از اون نظر هم از نظری که هیچ تناقضی نخواهد داشت و به اندازه هیچ دینی به این اندازه نمیتونه هویت ایرانی شما رو برای شما نگه داره. من یک جمله بگم، مثل این که به پایان برنامه داریم میرسیم. بله بله، ما یک دقیقه دیگه داریم. ولی هیچ بله، من درباره این گفتم که زرتشت بازاریابیش خیلی خوب نبود. ببینید اگه زرتشت اینجا بود، ما ازش میپرسیم، میگفتیم خب شما میگی ما کار نیک باید بکنیم، باید اندیشمون نیک باشه، گفتارمون نیک باشه، کردارمون هم نیک باشه، در برابر چی وعده میدی به ما؟ چون انسان همش میگه من یک معامله میکنم، یه مزدی میخوام. مزد من چی؟ دینهای دیگه را رو باز گذاشتن، بازاریابیشون قوی بوده، اومدن گفتن بهش، گفتن این دنیا که چیزی نیست، این 50-60-70 حد اکثر 100 سال بگیریم، 120 سال اون بود، اون دنیا انتها نداره، ما اون دنیا رو بهت میدیم، بهش. حالا زرتشت میگه، زرتشت میگه که برای اینکه در جهان یک راه وجود داره و اون انجام کار نیکه، در ضمنی که داری کار نیک میکنی، پاداش تو همون کاری است که داری میکنی. این خب خیلی آدم باید درباره این بیاندیشه، پخته باشه تا بتونه این دریابه که پاداش کار نیک در خودش نهفته است، بیرون از خودش نیست. شادی پایداری که کار نیک برای شما ایجاد میکنه تا آخر عمر با شما میمونه. شما وقتی یک کار نیک میکنید، مثلا یک خانواده ای رو، خانواده نیازمندی رو براشون یه سرپناه فراهم میکنید، شما تا آخر عمر را میرید، این تو ذهنتونه، همیشه میگید من کار نیکو کم، یعنی این شادی پایدار با شما تا زنده هستید خواهد مون. کارهای نیکی، ولی این چیزی نیست که از نظر بازاریابی واقعا کار آدم پیش ببره، چون که همه دنبال یه پاداش میگه، همه وعده میدن پاداش های بزرگ، آخه شما چه حرفی میزنید؟ این کار دکتر، این از نگاه ایرانیان هم باز میگشته که کار نیک رو ایرانیان، حتی یعنی زرتشت برآمده از آن فرهنگ و اون نگاه ایرانی بوده، ایران شهری در واقع میشه گفت، که هیچ کار نیکی رو ایرانیان برای به ازای کار دیگری، چیز دیگری دریافت نمی‌کردن. برای همین شما قهرمانای ملی ایران مثل آرش کمانگیر جانش رو می‌ذاره در تیر میده و خودش می‌دونه می‌میره و قرارم نیست بهش هیچ پاداشی بدن، چه اتفاقی هم قرار نیست براش بیفته، ولی این کار نیکو به خاطر رفاه هممیهنانش، به خاطر نجات کشورش انجام میده. یعنی ما ایرانیان نگاهمون برای انجام کار نیک هرگز معامله گرایانه نبوده، برای همینم ما هیچ وقت برای کار نیک نمیمدیم یک پاداش بگیریم. کار نیک وظیفه‌مون بوده، نهاد زندگیمون بر اساس
نیکی و راستی بوده، برخلاف ادیان دیگه که متاسفانه مشکل ما دقیقا از همون جایی شروع شد که اسلام اومد و سودجویی رو به مردم ایران آموزه داد که شما باید برای انجام هر کار خوبی یه چیزی بگیرین وگرنه نکنین. و این همون میشه که الان هم در فرهنگ مردم ایران میبینید. مردم ایران خیلی کمتر از ملت‌های دیگه حاضر هستن به کار داوطلبانه نیکوکاری، و اگر کاری توش منافعی براشون نباشه، حتی اگر خیلی هم ثروتمند باشن، حاضر نیستن اون کار نیکو بدون چشم داشتی انجام بدن. درست. مثل که پایان برنامه رسید. بله. ما بسیار سپاسگزارم از این فراخوان شما، لطف کردید. خیلی سپاسگزارم و همه هممیهنان و همزبانان و همتبارانی که این برنامه رو نگاه کردن، به خدا میسپاریم تا هفته آینده. خدا نگهدار.